خاطر ما هم که شده نمیخوای عمل کنی؟ من خودم پول عمل خودم جور میکنم بابا، تو گول حرفای اینا رو نخور بابا. واسه یه بارم که شده به حرفمو گوش. همینی که گفتم سیما، همینی که گفتم، با من بحث نکن. پس ما هم میریم پیش ماما. بد کردی ای بابا، حوصله تو یکی رو ندارم آشیری ها. در گوش من ور نکن، اگه خیلی ناراحتی جمع کن برو زنگ بزنم یکی دیگه بیاد. یکی دیگه بیاد جای من چه فرقی داره؟ اصلا با این وضع از کجا میخوای بیاری بخوری که بخوای پول پرستارم بدی؟ تو باید سرپا بشی که بتونی کار کنی. خواستم اون یک ماه بشه باید بیا طلب پول تو بکن. من شده ماشین هم بفروشم پول تو یکی نمیذارم عقب بیافت. نه ترس، ماشین تو فروختی، بعدش چجوری میخوای زندگی کنی؟ خودت تو این خونه حبس کردی، از دنیا قهر کرد که چی بشه؟ برو در اون کمد واکن یه خورده پول از هر چقدر طلب دست وردار برو بیرون. هی بابا. آقا من نیاز به کمک کسی ندارم، خودم از پس خودم برمیام. اخراج، برو بیرون، برو بیرون. سلام. ما میخواییم بابامون خوب بشه، شما رازش میکنی عمل کنه؟ سعی خودم میکنم. قول میدی؟ قول مردونه. پریا سلام. بچه ها بالا. میدونم، اشکالی نداره. چیزی شده؟ حالا با هم صحبت میکنم.
سلام شاهین جان. حبیبم، حبیبم شاهین جان. حبیب چطوری؟ حالت خوبه؟ جان گرفتار، بچه چطورم؟ چه خبر؟ نه آره هنوز کار میکنی؟ حبیب آقا همه رو چیدم، کمون کسی نیست. دست دردم آقا حسینیه. بله آقا اومدم. حسینیه شرمنده آقا جم، چای دیگه ندارم، مجبورم. آقا من بهت زنگ میزنم، الان دارم توی یه جلسه مهم، یه ساعت یه ساعت و نیم دیگه بهت زنگ میزنم. آره من زنگ میزنم. حبیب چی کار کردی با خوده؟ ویلچر چی میگه؟ زندگی بالا پایین زیاد داره داداش. شما بشینی پشت اون میز، من از روی ویلچر پا شدم. شما این کجا آوردی ما رو؟ بنده خدا سر چی میخواد بزنه آخه؟ من که نمیشینم. شما چه وقت بازی میکنیم؟ نمیشناسه ما رو. بشن گفتی؟ مرد میخواست بشینه جلو قبی بازی کنه، مردش نیست. این زنگ بزنم دوتا دیگه از بچه ها بیان. سر چی میخواد بزنه؟ علاف نشیم، وصله جنگ و دعوا ندارم. لابد خودش میدونه دیگه. شما چی کار داری؟ داداش نترس، اینقدر مایه داریم که بتونیم باش شروع کنیم. مثلا چقدر؟ کلیم خوبه؟ برای شروع خوبه دیگه. قیمتش الان تو بازار چند نقد؟ بشینیم؟ یه چیزی بود که بتونی بدی. آقا اصلا خونم اصولش هم با مسیح، مسیح با قبول داریم دیگه. بشینیم داریم. با منید؟ نه با خودم. شما؟ اشتباه نکن. شما؟ من پرستار حبیب آقام. تعطیله، باید دو ساعت دیگه بیا. یعنی چی؟ یعنی اینکه پسر خوبی باش، حرف گوش کن. برو دو ساعت دیگه بیا. برو بابا. چکاری دایی؟ خوب بعد اگه میشه من جایی بعد بیارمشون. عالی، بهتر از این نمیشه. چقدر؟ 70. مبارک. تا فردا پولشون. میگم حبیب اینا فردا نقد میشه دیگه. زنگ میزنم به دیگه فردا. نشد. اخلاق شاهین که دستت. من فردا پولو بهش نرسونم اول گوش خودم میپیچونه. شما سه قریبا حرف میزنی؟
آقا نون نمک خوردیم، حالا انقدر که دیگه حق آب و گل داریم پشت این میز. از تو که قدیمی این کاری تعجب میکنم، تو که خوب میدونی این داستان ها راه اومدن نداره. آوادی یه هفته خوبه؟ فردا حبیب مجبورم نکن باید بد رفتاری کن. از تهدید متنفرم. منم از دبه کردم. تو اینجا چه کار میکنی؟ بالاخره منم آدمم دیگه، گفتم تنهایی شاید کاری چیزی داشته باشی. اینا کی بودن؟ آقا مشیره، مگه من به نگفتم به کمک نیازی ندارم؟ آقا برو، برو بیرون، برو. نانی خوشحال بود که مادرش هر روز یک کاسه سوپ داغ براش میاره بخوره. یه سگ داشت که بس که خورده بود و خوابیده بود چاق و چله شده بود. چون نانی بس زبون فرصت نمی کرد که ببخشید دایی، نیم ساعتی که غذا حاضر میشه. بابا من اصلا شام بخور هستم که شما دم به دقیقه خودتونه تو زحمت میندازین. گلی بابات میخواد ما رو بیرون کنه، روش نمیشه. تازه نمیدونه ما شب هم اینجا موندگاری. حسین آقا از دو ساعت که میگذره این دختر شما این عوارش شروع میشه دیگه. بابام چی میخوره، الان کجاست، چی کار میکنه، کلیهش درد میکنه یا نمیکنه. این دوتا بروژک هم تازه یاد گرفتن، تا حسلشون سر میره میگن بابایی بابایی. چیه حاله، حسودید میشه؟ خب بله که حسودید میشه. بعد شما نوبت خانداداششه. کیوان الان کجاست، چی میخوره، چی کار میکنه، چی میپوشه. بسته دیگه علی، روز سرمونو برد. خیلی خوب با کیوان حرف زدی؟ بله حرف زدم، حالش خیلی خوب بود، گفت همه چیزم در امن و امانه. سویلم بیرق صلح و دستش گرفته که البته من بعید میدونم خیلی دووم داشته باشه. اون رگ حبیبیش بگیره دیگه هیچ کی جلو دارش نیست. این چه حرفیه میزنی؟ خدا نکنه. میگم بابا اگه شما خوابت میاد تا شام حاضر میشه برو یه نیم ساعت دراز بکش. آره خستم، خیلی وقتی یه خواب راحت نرفتم، خیلی وقت قلبم درد میکنه، خیلی دلم بخواد راحت بخوابم، ولی الان نه. وقتی که بدونم کیوانم هم راحت میخوابه. منم به اندازه همه عمرم دلم برای مامان تنگ شده. آرزو میکردم الان بود، بغلش میکردم، سرم میذاشتم رو شونش تا صبح گریه میکردم. اونم میگفت چه خبرته، مگه دوز زده به هم بارید؟ تو هم همیشه با اون زبون شیرینه جواب میدادی. یعنی چی دوز زده به هم بارید؟ اونم میگفت هیچی بابا اشتباه کردم، تو فقط گریه نکن سرمو بردی. خدا رحمتشون کنه، داشتن مادر واقعا نعمت بزرگیه، نداشتنش هم به همون اندازه غم بزرگیه. بعد از این غمی که برای هممون پیش اومد خیلی خوشحالم که ما همه کنار همیم، تو مشکلات پشت همو خالی نمی کنیم. از وقتی کیوان مریض شد خیلی وقتا به خودم فکر میکنم آدم با کس و کار با درد خیلی بهتر از آدم بی کس و کار بی درده. Thank you.
حبیب گفتم مجبورم نکن ها؟ من با حیوانم یه همچین برخورده نمی کنم. میدونی چرا؟ چون حیوان اگر زبونه حرف زدن داشت هیچ وقت زیر حرفش نمیزد، ولی تو زدی. ببینم گفتی در باز نکنم جواب تلفن ندم با صاحب دوموشو میذاری کلش میره ها؟ نه من میدونم تو چه کنایه‌ای هستی. خیلی گنده لاتی یه آدم فلج رو اینجوری پر میکنه رو میز، خیلی لاتی. حبیب پول ندارم. نداری ولی نوکر خصوصی داری. مشیر نوکر خصوصی منه که بیچاره من رضای خدا داره کار میکنه که داره یه قرون پول از من نگرفته. باشه باور کردم. پول چش فرصت بده چش پول دامت میدم. ندارم، فرصت ندارم. من به خود شاهین حرف میزنم خوبه؟ زنگ بزن، نظر شاهین نظر من، زنگ بزن. زنگ زدم جواب نداد مصاحب جان. خب تکلیف روشنه دیگه، اون حوصله نکناله نداره جواب نمیده. من حوصله‌اش رو دارم میام دنبال بود. حبیب مصاحب من اگه پول داشتم تو آخه با کلیه هم شروع نمیکردم. من کلیه تو چی کار دارم؟ خونه؟ آخه من اگه یه خونه رو داشتم که مشکلم چی بود؟ من یه بلوفی جلوی نزدم تو چرا باورت شد؟ خونه اجارست. بلوف زدی؟ مردک نداشتی بی خود کردی تو هفته تا رفتی بالا؟ ببین منم کاریست که شده کاریش میشه کرد، یه فرصت به تو جورش میکنم. من میرم پیش شاهین. از اعتبار خودم، از اعتبار خودم 48 ساعت برات وقت میگیرم. حبیب خان اگر با اعتبار من بازی کنی زندگی تو به باد میدم. چرا انقدر تو فکری؟ تو فکرم؟ آره تو فکر. پس همطور که تو فکری قرصت هم بخور. دست در نکن. باش قرصم هم میخورم. خود قرص تو خوردی؟ حرفم خنده دار بود؟ نه وضعیتمون خنده داره. تو این سن نگران قرص خوردن هم دیگه. نمیخوای بگی چی شده؟ داشتم به اتفاقای مدت فکر میکردم. خب بلایی که سر تو و بچه ها تو بردن، کاری که با شهرام کردم، زندگی بابام و خاله رو به هم ریختم. حبیبم که اونجا خسته نباشی پهلوون. حالا کی گفته که تو باعث همین اتفاقا شدی؟ پس کی باعث شده؟ من اگه اون شب نرفته بودم تو اون مهمونی الان زندگیمون یه جور دیگه بود.
یعنی زندگی همه یه جور دیگه بود. بس دیگه کیوان، تا کی میخوای این خاطرات بد رو استفراغ کنی؟ یه جایی باید تمومش کنیم دیگه. تا ابد که نمیتونیم با اما و اگر و کاشکی زندگی کنیم. باید کمک کنیم این خاطرات بد فراموش بشه. خب این وضعیت داره من اذیت میکنه پریا. خیلی دلم میخواد بتونم یه کاری بکنم ولی نمیتونم. مثلا خیلی دوست دارم بتونم یه کاری برای حبیب انجام بدم. تو همه این تلاشتو کردی. وقتی خودش کوتاه نمیاد دیگه تقصیر تو نیست. به زور که نمیتونی مجبورش کنی بره زیر تیغ جراحی. خب من به سهیل و سیما قول دادم. دوست ندارم ناامید بشن. وضعیتشون برام خیلی مهمه. به جون خودت، به خاطر خودم اینو نمیگم. فقط به خاطر آرامش خودشونه. کیوان لازم نیست اینا رو به من بگی. من میدونم نیتت خیره. میدونی به چی فکر میکنم؟ نه که فکر کنی این حرف رو دارم رو بدجنسی میزنم ها، ولی احساس میکنم تا ما از هم جدا نشیم حبیب حاضر نشه خودش عمل کنه. حبیبه میخواد با تو حرف بزنی. الو. سلام. آره چطور؟ همین الان؟ واسه چه الان؟ خب باشه باشه. نه 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 میام. کیوانم با هم میاد. باشه میبینمت. خداحافظ. چی گفت؟ نمیدونم، انگار راضی شده. گفت بیاین با هم حرف بزنیم. واقعا؟ چطور یه دفعه؟ حالا یه دفعهش مهم نیست، مهم اینه که راضی شده دیگه. خب شاید به خاطر بچه‌ها راضی شده. حالا هر چی هستش حاضر شو بریم. بریم. میخوای من نیام تو خود بری باش صحبت کنی؟ واسه چی؟ شب نه من ببینه دوباره بیفته رو دنده لج بازی و مسخره بازی. نه با این دفعه که خودش زنگ زده. بعدم تو باید بری باش صحبت کنی. پول قرار رو تو جور کنی. من همش داشتم به این فکر میکردم که اگر حبیب قبول نکنه چی میشه. حالا هر چقدر بقیه بگن که نه تو که حولش ندادی که الان خودتو مقصر میدونی. ولی خب من یه همچین حسی ندارم. واقعا اگه این کارو بکنی لااقل خیال من راحت میشه که یه بخشی از بلایی که سر زندگی تو آوردم اینجوری جبران میشه. چون برای خود من خیلی سخته که یه نفر تو زندگیم باشه که تا آخر عمرش از من بدش بیاد و نخواد منو ببخشه. اصلا هم کاری به این ندارم که تو اگر زودتر عمل کنی سر پا بشی، خب برای خودت بهتره، برای بچه‌هات بهتره. من الان میخوام ازت تشکر بکنم که داری به من این لطفو میکنی که اجازه بدی من این کارو برات انجام بدم. چرا فکر میکنی من قرارو ببخشم؟ این چه حرفیه؟ مگه خودت نگفتی بیا اینجا بشینیم صحبت کنیم؟ من فقط به خاطر سهیل و سیما دارم این کارو میکنم. بینا نه تو برام مهمی نه از وجدانت. حالا حتما باید این حرفو میزدی الان نه؟ بایش کنه. فکر نکنید که من الان گفتم بیان اینجا بشینید در مورد اتفاقاتی که برای زندگی من افتاده با هم معامله بکنیم. من یه پولی از شما بگیرم و چشم رو تمام این ماجرا ببندم. الان شما فکر میکنید دارید به من صدقه میدید؟ نه نه نه، برای چی باید یه همچین فکری بکنیم؟ من که خودم بهت گفتم که به من از این که من بتونم سر باشم کار بکنم تا قرون و آخر پول شما رو برمیگردونم قول میدم. اصلا این بدهی نیست که بخوای به ما برش گردونی. من دارم میگم این پول ضرریه که من به شما زدم. ضرر که زدی با پول جبران نمیشه. حالا دکترت نگفته که کی میتونی سر پا بشی را بیفتش؟ یه جوری حرف میزنه انگار همه چی قطعیه. حالا کتو عمل، حالا یه چند بار باید عملش رو ببینم که بهتر میشه یا نمیزنم کتف و گردنمونم از کار میندازه. من مطمئنم همه چی درست میشه. اونی که باید مطمئن باشه شما نیستی.
حالا ایشالا که زودتر سرپا میشی و همه چیزم خوب پیش میره. فقط بعدش اون موقع تکلیف بچه ها چی میشه؟ اینجور تکلیف بچه چی میشه؟ آخه بچه ها توی این مدت به اونجا عادت کردن، خوشحالم هستن، منم به بودنشون عادت کردم. فکر کن 6 ماه یه سال دیگه دوباره بخوان حالا خون والا خون بشن، براشون سخته دیگه. آه یعنی الان این پول خریده بچه هم هست؟ تو... نه نه نه، این الان اصلا موضوع بحث ما نیست، ما بعدا راجبش صحبت میکنیم. ما کی میتونیم برای عمل اقدام کنیم؟ هر موقع پول تو حساب باشه. خب من سعی میکنم هر چیز زودتر جورش کنم. دکتر گفته عمل اول تو چند روز دیگه باید انجام بشه. میتونی تا یکی دو روز دیگه پول جور کنی؟ یکی دو روزه؟ یکی دو روزه 100 میلیون از کجا بیاریم بده؟ نه نه نیازی نیست 100 میلیون، با 70 میلیون هم کار را میفته. مگه دکترها نگفتن که 100 خورده میلیون میشه؟ نه اون برای مراحل بعد، با 70 میلیون هم کار شروع میکنه. شما این 70 میلیون رو بریزید به حساب من. این پول رو باید بریزیم به حساب خودت؟ بس به حساب کی باید بریز؟ خب چرا این کار رو بکنیم؟ میایم بیمارستان، هزینه عمل هر چقدر شد همونجا پرداخت میکنیم. آره دیگه اصلا با هم نیست. اصلا نمیخوام شما هم بیاین بیمارستان. هیچکی نمیخوام کارای منو انجام بده. من نمیخوام کسی بفهمه که من از شما دارم یک قرون پول میگیرم. آخه اصلا قرار نیست کسی بفهمه که ما به تو پول دادیم. سلام. 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 سلام آقای. سلام. سلام چی شد؟ آقا جون خوبی؟ گفت پوستش یه ذره حساس شده، باید بیشتر ماساژش بدیم. با خواهش میکنم اینقدر مهربون بازی در نیارید. من خودم کارام میتونم انجام بدم. ده آخه این چه کاریه بابا؟ وقتی من پول دارم تو چرا بری دنبال وام و این چیزا؟ خب مگه من میگم شما پول نداری؟ آقا حرف من اینه، من میگم این مشکل رو من دوست دارم خودم حلش کنم. این که نشد حرف. ببینم مگه تو سهم ارثتو نمیخوای؟ این 70 تومانی که من میخوام به تو بدم در واقع یه قسمتی از سهم ارث مادر خدا بیامرزت از این خونه است. من از خودم چیزی نمیخوام بدم، دارم پول خودتو بهت میدم. الان کسی حرف سهم ارث زد؟ بعدش هم این پولی که شما داری میگی اول آخرش مال شماست. من دوست دارم خودم این کارو بکنم. مگه تو نمیگی یکی دو روز بعد جور کنی؟ وام گرفتن زمان میبره، بعدم میدونی چقدر باید بهره بدی؟ میدونی چند سال باید قسط بدی؟ خب مشکلش چیه؟ این همه مردم دارن قسط میدن، بعدش هم من این بلا رو سر حبیب آوردم، خودم باید تو اونش پس بدم. آها، اگر نگرانی اینه که حبیب بگه از باباش پول گرفته این پول جور کرده، بگو از بابام نگرفتم، یه جوری به در و دیوار زدم خودم این پول جور کردم. نمیدونم چرا شما متوجه نمیشین. بابا برای من مهمه که خودم این کار رو انجام بدم. عجب گیری کردیم ما، تا دیروز بعد اونو راضی میکردیم حالا نوبت این آقا شده. ده آخه به من بگو چه جوری میخوای جور کنی. حالا اونش جور میشه، یه فکری کردم. من دوست ندارم بگن که باز کیوان یه گندی زد بقیه براش جمع کردن. بابا من به پریا و بچه‌هاش قول دادم. خداحافظ. خداحافظ. ده آخه وقتی من دارم این چه اصراریه بابا؟ نه آقا جون، بذاری خودش تلاششو بکنه. بله منم با گلی موافقم، داره میگه خودم میخوام مشکلمو حل کنم. شما دوتا چتون شده؟ میخواین تو این مخمسه بلش کنین به امور خدا؟ خب معلومه که این بچه از پسش برده میاد. بچه چی حسین آقا؟ ازدواج کرده، چند وقت دیگه داره پدر میشه. همین که یه پا وایساده میگه به خاطر پریا و بچه‌هاش میخوام این کارو بکنم، یعنی مسئولیت پذیر شده دیگه. حالا اون یه چیزی گفت، شما چرا باور کردید؟ بابا کیوان قبلا اینجوری نبودا، اگه دقت کنید توی این مدت خیلی بزرگ شده. ببینید داره میگه میخوام برم وام بگیرم، خودم کار بکنم، چند سال قسط واممو خودم بدم. این یعنی چی؟ کیوانی که فکر میکرد به آخر خط رسید الان امیدوار شده به زندگی، فکر میکنه حداقل یه چند سالی زنده هست و میخواد بره وامشو تسویه کنه. خب این جای خوشحالی داره دیگه، نیست؟ میدونیم نگرانشین، از سر دلسوزی دارین این کارا رو میکنین، ولی به خدا اینجوری بیشتر به ضررش میشه ها. بذارین یکم سختی بکشه، رو پای خودش وایسه، بتونه خودش گلیمشو از آب بکشه بیرون. خودش هم همینو میخواد. دیدین وقتی بهش میگیم بچه چقدر بهش برمیخوره؟ فکر میکنین چرا برگشته میگه من نمیتونم پدری بچه باشم؟ واسه که ناامید از آیندهش، اعتماد به نفسش رو از دست داده. حالا که الان خودش داره تلاش میکنه، شما دیگه مانعش نشین، یه جور دیگه کمکش کنین.
سلام نایر خانم. نه اینجا نیست. چطور؟ نه نه امروز سر کار نرفتم. خیره انشالله. طور شده؟ باشه باشه میام. خداحافظ. یا الله. سلام علیکم. سلام سلام. دست شما درد نکنه. اینا رو بده عروسم بخوره یه خورده قوت بگیره. چقدر زحمت کشیدین. خواهش میکنم. والا بازم به شما. کیوان که ماشاءالله بفرمایید. آدم نمیفهمه واقعا تکلیفش با این بچه بالاخره چیه. حالا اگه یه وقتی یه چیزی گفت زیاد به دل نگیرید. انشالله بچه به دنیا بیاد بغلش بگیره این یه ذره ترسیم که داره از بین میره. حالا کو تا اون موقع زنش الان بهش احتیاج داره. نایر خانم کیوان همین الانم که دنبال پول جور کردن برای عمل حبیبه فقط به خاطر پریا و بچه‌هاشه. آره خب ولی من خیلی مطمئن نیستم که داره کار درستی میکنه. منظورتون چیه؟ از یه طرف میگین توجه نداره، حالا که یه کاری میکنه بهش شک دارین؟ نه مسئله اصلا کیوان نیست، قضیه چیز دیگه ایه. ببین حسین آقا، پریا اصلا شک داره که ما این پولو باید به حبیب بدیم یا نه. به نظر من راستم میگه. ببین همین که اولش قبول نکرده بعد یهو گفته که آره بیاین این پولو به من بدین، عجیبه دیگه. چیش عجیبه؟ فهمیده یه ناز کرشمه بی خودی اومده حرفشو پس گرفته. نه اینجوری هم نیست، میگه باید پولو بریزیم به حساب خودم، اونم نه صد و خورده ای، میگه 70 میلیونشو باید بریزیم به حساب خودم. به حساب خودش؟ آره. بعدم یه دلایل علکی میاره که اصلا ما نمیفهمیم. من و کیوان گفتیم خب پولو میریزیم به حساب بیمارستان، هر چقدر که هزینه عمل بشه همونو پرداخت میکنیم. نه عزیز من، ما پولو قراره بدیم که ایشون عمل کنه حالش خوب بشه، بریزیم به حساب خودش واسه چی؟ آره خب من و کیوان و بچه‌ها همه تلاشمون اینه که اون زودتر خوب بشه. اگه اینجوری باشه و تلاش کیوان بی ثمر بمونه خب چه فایده ای داره؟ من اصلا نمیفهمم این بلبشو کی قراره تموم بشه. میگم حسین آقا شما لطف میکنید بیایید بریم با دکترش صحبت کنیم؟ رنجبرم پسر حسین آقا. به به حال شما. بفرمایید. خوبی شما؟ خوبم ممنونم. پدر چطورن؟ خوب هستن؟ سایه‌شون چند وقتی سنگین شده، کمتر زیارت شده. سلامت باشین. یه خورده گرفتارم. ایشون از مردای نیک روزگار هستن، از مشتریای خوب و مخصوص ما هم هستن. حتما خدمتشون سلام برسون. زنده باشین. خب بفرمایید. راستش یه مشکلی، حالا مشکل که نیست ولی برای یه وام 70 میلیونی خدمتتون رسیدم. ما بیشتر از اینا خدمت آقای رنجبر ارادت داریم. ایشون از مشتریای خوب ما هستن. حل میشه ان شاءالله. خب بعد می‌خواستم ببینم چقدر طول می‌کشه که این پول برسه دستمون. به هر حال یه فرایندی باید طی بشه. شما درخواستتون رو می‌نویسید، مدارکتون رو آماده می‌کنید، سند میارید، این مدارک بررسی میشه. خب همه این کارا اگه انجام بشه چقدر طول میکشه؟ خیلی زیاد نیست، نهایتاً یک تا دو. یعنی اصلا هیچ راهی نداره که زودتر این کار انجام بشه؟ واقعا نه، مطمئن باشی که این کمترین زمان ممکنه که خدمتتون هست. دکتره هیچی نمیدونه اون وقت حبیب این 70 تومن برای چی میخواد؟ من یه اون با این آدم زندگی کردم، از نگاش فهمیدم داره یه چیزی رو پنهون میکنه. نمیدونم حبیب چی تو سرش میگذره، نمیدونم تو با این شک و تردیدات میخوای به کجا برسی. من فقط میخوام مطمئن بشم حسین آقا، نمیخوام یه اتفاق دیگه دوباره زندگیمونو به هم بریزه. خب برو یه سر خونهش یه سرگوشی آب بگیر. به چه بهونه ای؟ تازه اگه چیزی هم باشه که اون بهم نمیگه. بچه ها الان کجا؟ مدرسه. خیلی خوب، بچه ها رو بردارن اونجا، همونجا بشین یه ساعتی یه سرگوش آبدی ببینی حرف حساب شیر ها؟
بیا بیا بریم برسیم. یواشتر عزیزم. جریان چیه؟ بچه ها انقدر ذوق داشتن وقتی شنیدن میخواستن زودتر ببیننت. هنوز که اتفاق نیفتاده بابا جون. که چرا دیگه بابا، میخوای عمل کنی؟ حالا کوتاه عمل عزیزم. از کیوان چه خبر؟ اونم دنبالشه، تازه بهش گفتی. ولی تو صبر نکن، به دکترت زنگ بزن برای عمل وقت بگیر. آره بابا وقت بگیر، خودم میام کمکت. من که از خودم بابا جان زودتر برم عملشم، شما تو بیمارستان پیش من باشید. حبیبی دقیقه بیا. جریان چیه حبیب؟ یعنی چی جریان چیه؟ جریان دو روز و 70 میلیون و جراحی و پیش دکترت بودم، از هیچ کدوم خبر نداشت. دکتر مملکت مگه بیکار ریزه ماجرا رو بدونه؟ ببینم یعنی چی؟ یعنی الان شما به من شک دارین با چون رفتین پیش دکتر؟ آره آره؟ بهت شک دارم. چیز از زیرش؟ پشیمون شده؟ نمیخواد پولو بده؟ از اولش هم معلوم و تمام حرفاش کشکه. دوباره داره با زندگی من بازی میکنه. دوباره داره با زندگی من بازی میکنه. خب هنوز اتفاقی نیفتاده دارید اینجوری میکنید؟ اگه فردا اتفاقی بیفته میخواید تا آخر عمرتون کلتون رو بکنید تو زندگی من، هی فضولی بکنید. الان چه داره من سواله؟ من باید این عجز و التماس شما رو باور بکنم یا این کاراتون رو؟ بروش بگو نمیخوام. این از اولش هم نمیخواستم، ولی اگر بخواد با روح و روان بچه های من بازی بکنه، به روح مادرم زندگی چو بازیش میکشم. بروش بگو، بروش بگو.